در شهریور سال 1399، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سیرجان با رصد و اقدامات اطلاعاتی دریافتند زنی سابقه دار منزلی را برای نگهداری و تحویل مواد مخدر به باندهای کلان استانهای دیگر اجاره کرده. شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار ماموران قرار گرفت که در ادامه نیروهای پلیس با شناسایی منزل مزبور در عملیاتی هماهنگ این زن قاچاقچی رو به دام انداختن و 300 کیلوگرم حشیش رو کشف کردن. متهم با همدستی خواهرزاده 24 سالش این منزل رو به پاتوق معتادان و توزیع مواد افیونی و فساد تبدیل کرده بود. این متهم 40 ساله زنی به نام الهام بود که سابقه دستگیری در یکی از استانهای کشور را هم داشته. سلام دوستان، به کانال آدم بدها خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کرمان از دستگیری زن مواد فروشی که قصد داشت بیش از 200 کیلو مواد مخدر را در پوشش بار تجاری به یکی از کشورهای اروپایی منتقل کنه خبر داد. به دنبال دریافت خبری مبنی بر فعالیت مجرمانه این زن مواد فروش در کرمان، پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و تیمی از ماموران عملیات ویژه پلیس در مبارزه با مواد مخدر رسیدگی به موضوع را در دستور کار خودشون قرار دادند. با آغاز تحقیقات ماموران پلیس و انجام تحقیقات گسترده پلیسی و زیر نظر گرفتن فعالیت مجرمانه این متهم متوجه شدند که این زن در پوشش بار تجاری و با شگرد جاسازی در ماشینالات صنعتی محموله های مواد مخدر رو میخواست به کشورهای اروپایی منتقل کنه. وی با اشاره به مشخص شدن روش کار این متهم زن گفت ماموران در ادامه با انجام تحقیقات پلیسی متوجه شدند که متهم به تازگی مقادیری مواد مخدر رو در داخل ماشینالات ریسندگی و بافندگی جاسازی کرده و بعد از تحویل به یکی از شرکت‌های حمل و نقل هوایی قصد داشت اون رو از طریق مرز هوایی به یکی از کشورهای اروپایی قاچاق کنه. این فرد در مخفیگاهش در منزل مسکونیش دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد. متهم در بازجویی‌های پلیسی به جرم خودش و مشارکت پسری 24 ساله مبنی بر قاچاق مواد مخدر اعتراف می‌کنه که با عقض اعترافات متهم پرونده‌ای برای وی تشکیل و این فرد برای سیر مراحل قانونی و ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا میشه. من زودتر از شوهرم آزاد شدم، اما وقتی دیدم از شرایط مالی دارم زجر میکشم، با همراهی برادرزاده 24 ساله خودم که مدتی بود باهاش رابطه داشتم و به خونه ما برای مراقبت از من و بچه ها میومد، تصمیم گرفتیم باندی رو تشکیل بدیم و مواد خرید و فروش کنیم. اینجوری شد که خیلی زود باند ما گسترده شد و به قدری بزرگ شد که حتی تصمیم داشتیم غیر از تهران و شهرستان ها به خارج از کشور هم صادر کنیم. اما متاسفانه لو رفتیم و همه چیز خراب شد. طمع و وسوسه درآمد بیشتر باعث این اتفاق شد. دسته های مخدر از مرزهای جنوب شرقی به قصد استان تهران بارگیری شده بود. حرکت میکنن به طرف غرب استان تهران. با توجه به اطلاعاتی که همکاران داشتن و اشراف خوبی که داشتن متوجه شدن که داخل این کامیون این مواد در واقع جاسازی شد. محل جاسازی 100 کیلوگرم که مواد مخدر الهام نام زنیه که به اتهام توزیع و حمل و نگهداری مواد مخدر مهر اعدام روی پروندهش خورده و مهر قاچاقچی روی پیشونیش. او 8 ماه قبل وارد ندامتگاه زنان استان تهران شده، اما سالها قبل هم چند سالی از عمرشو در زندان گذرانده بود. الهام که عینکی بزرگ به چشم داشت و لفظ قلم حرف میزد گفته بود در زندان در کلاس چرم دوزی شرکت میکردم. بار قبل هم که زندان افتادم در کلاس ها شرکت میکردم. این باعث میشد روزهای زندانی ها نظم داشته باشند. کلمه نظم در جملاتش با ظاهر و سر وضعش همخوانی داشت. او در خصوص سرنوشت عجیبش گفت سال 92 بود و ما مهمان داشتیم. یکی از دوستان شوهرم خانه ما بود که ما نمی دانستیم تحت تعقیب پلیسه.
یک دفعه ماموران به خانه ما ریختند و مقداری مواد مخدر که او با خودش آورده بود را پیدا کردند. ما از وجود مواد خبر نداشتیم، اما چون در خانه ما پیدا شده بود، من و شوهرم محکوم شدیم. شوهرم 2 سال حبس کشید و من هم 6 ماه حبس کشیدم و بعد آزاد شدیم. این بار هم به اشتباه وارد زندان شدم. من 8 ماه بود که با همسرم جدا زندگی می‌کردیم. می‌خواستم از اون طلاق بگیرم چون زن صیغه‌ای گرفته بود. با دختر 3 ساله و پسر 10 سالم در خونمون زندگی می‌کردیم و همسرم خونه نمی‌اومد. یه روز ماموران به خونه ما اومدن و 13 کیلو هروئین و 0.5 کیلو شیشه از خونه ما کشف کردن. 180 گرم هم در بازرسی دوم پیدا کردن. بعد هم من و شوهرم رو بازداشت کردن. بعد از دستگیری بود که متوجه شدم گاهی وقتی من و بچه‌ها خونه نبودیم، شوهرم به خانه می اومده و مواد مخدر رو جاسازی کرده بود. من هم دست اون شدم و همسر صیغه‌ایش هم دست اصلی او. در دادگاه محاکمه شدیم و من 1 بار اعدام و تحمل 28 سال حبس محکوم شدم. شوهرم هم به 2 بار اعدام و 28 سال حبس محکوم شد. پدرم اعتیاد داشت. 60 ساله بود و از زمانی که من یاد دارم همیشه اون رو پای منقل دیدم. اما الان 10 سالی هست که هروئین هم مصرف میکنه. مادرم هم اعتیاد شدید داشت. در خونه ما مصرف کردن مواد پنهانی نبود. یک اتفاق عادی بود، مثل نهار و شام خوردن بقیه مردم. گاهی در کنار پدر و مادرم چند پک دود میگرفتم، اما معتاد نبودم تا اینکه با همسرم ازدواج کردم. او که اعتیاد شدید داشت و همین باعث شد من هم مثل اون گرفتار مواد مخدر بشم، به خاطر اعتیاد شدیدش بود که بیکار شد. من بچه دار شده بودم و خودم هم گرفتار مواد مخدر شدم. برای همین به خاطر تامین مخارج زندگیم و هزینه تهیه مواد مخدر، خرده فروشی رو شروع کردم. الهام در بازجویی‌ها گفته بود بعد از دستگیر شدن سردسته‌های باند، یک روز ماموران به خونم ریختند و منو دستگیر کردند. هم در خونمون 330 کیلوگرم هروئین و حشیش و 60 سانتی متر شیشه پیدا کردند. بعد هم دادگاهی شدم و برام حکم اعدام صادر شد. الهام، این فرد دستگیر شده، عامل اصلی سرشبکه توزیع و قاچاق مواد مخدر صنعتی در نقاط مختلف کشور در کرمان بوده، به همراه 1 نفر رابط و همدست 24 ساله در زمینه توزیع مواد افیونی، به همراه 10 نفر توزیع کننده افیونی از نوع شیشه به صورت گسترده فعالیتشون رو آغاز کرده بودند. الهام این زن 40 ساله متهمه چندین پرونده در استانهای مختلف کشور داشته که 1 پرونده قضایی انتقال مواد مخدر به استان فارس و 2 پرونده قضایی در انتقال 300 کیلوگرم مواد افیونی به استانهای مختلف در پرونده داشته که تحت تعقیب ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر بوده که در بازجویی و تحقیقات پلیس از این عامل اصلی توزیع به انتقال مقدار 300 کیلوگرم مواد مخدر اعتراف کرده بود. از او به عنوان سلطان مواد مخدر حشیش و تریاک در سیرجان یاد می کنند که با وسوسه هاش کرمان رو آلوده کرده بود. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت می کنید. اگر می خواهید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید.